درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و دهم از ماه فوریه برابر با 21 ماه بهمن. بله، در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت خدمت شما هستم. امروز در واقع به مناسبت مثلا انقلاب دعوت کردم از دوست بسیار بزرگوار آقای حسین فرجی که در استودیو هستن، بنده که در دالاس هستن، در این باب با هم صحبت کنیم. در باب اینکه چگونه انقلاب شد و چگونه اون حکومت سرنگون شد، هر کسی از ظن خود متناسب با در واقع محیط اجتماعی خود، متناسب با نمیدونم نشست و برخاست ها، با شخصیت های مختلف و به طور شفاهی، یعنی با اطلاعات شفاهی، هر کسی حدسی میزند که چرا انقلاب شد، چگونه انقلاب شد و چرا اون حکومت سقوط کرد. اینها این موضوع سخن خواهد بود که با آقای فرجی صحبت خواهیم کرد. میخوام خدمت شما عرض کنم که علل انقلاب همه درونی بودن. هموطن، باور نفرمایید که در واقع این گونه حوادث میتواند یک سر از خارج اتفاق بیفتد. علت انقلاب بازسازی استبداد بود، یعنی در واقع از روزگاری که ملت ایران بیدار شد از عقب افتادگی، و به دقت میتوانم خدمت شما عرض کنم درست بعد از شکست مفتزهانه از روسها، بعض ایرانیان به این فکر افتادن که چه شد، چه اتفاقی افتاد، این بلای بزرگ یعنی شکست از روسها و این عقب افتادگی از کجاست. و این رفته رفته منجر شد به این داستان که بایستی کشور به ترقی برسد از طریق دموکراسی و پایین کشیدن قدرت مطلقه و حاکمیت ملی و برقراری مجلس و در واقع حاکمیت مردم و به کار گرفتن خرد جمعی ملت به جای یک نفر. این دستمایه و جانمایه انقلاب مشروطه بود که در واقع ملت ایران پیروز شد و اندک مدتی هم برقرار بود. همون مجلس ضعیف نحیف، اون انگلیسی میگوید که من متحیرم که این ایرانی ها با وجود نداشتن سابقه دموکراسی چقدر خوب عمل میکنن، چقدر خوب فرایند قانونگذاری رو میدانن، اگر بهتر از ما نباشن کمتر از ما نیستن. متاسفانه چنین نشد. میبایستی توسعه سیاسی میشد در مملکت، میبایستی تمرین دموکراسی میشد، میبایستی این طفل نوزاد مشروطه پا به پا میرفت و رشد میکرد. نشد، متاسفانه نشد. در واقع عرض کنم که با استبداد، با آمدن استبداد و در واقع لگدمال کردن این طفل یک شبه، هر شبت که ما به نتیجه نرسیدیم و شانس دیگری باز به دست آوردیم بین سالهای 1320 و 1332 که دوباره کودتا شد و دوباره استبداد شد و ملت از صحنه سیاست بیرون رفتن، روزنامه ها بسته شد، رفته رفته احزاب اینها از میان برداشته شدند و همه نهادهای مشروطه تعطیل شد. دوستان، نهادهای مشروطه همه تعطیل شد و هر چه زمان میگذشت استبداد سخت‌تر میشد. ما به یاد داریم، شما به یاد دارید، و مردم ناراضی و ناراضی. حتی این توسعه اقتصادی هم که میگویند صحیح نیست. این اواخر ای تهران برق نداشت. شما خاطرات علم مراجعه بفرمایید، اونجا میگویند که آقا ما به قدر کافی نمیتوانیم برق تولید کنیم. خاموشی بود در تهران،
یعنی به محض اینکه این قیمت نفت میرفت بالا، یه 4 دلار پول تو مملکت میآمد، اونم بیشتر در تهران خرج میشد و ملت اونچنان نصیبی نداشت از داستان. توسعه راه نبود، زیرساخت اقتصادی نبود، آزادی بیان مطلق نبود. برای اولین بار در تاریخ مملکت ما جنگ چریکی شده بود و بدبختانه در این میان تنها گروهی که دوستداران مشروطه و دوستداران پادشاهی مشروطه بودند و دوستداران آزادی بودند و قانون اساسی و مشروطه را از یاد نبرده بودند و بدون وفادار بودند، یعنی ملیون رو بیشتر از همه خار و زار کردند و از صحنه بیرون کردند. شخصیت های مثل بختیار فرض فرمایید که یکی از ملیون بود و سایر شخصیت های ملی رو از صحنه بیرون کردند. اینها رو خائن تر از توده ها می دانستند. این است که در مقطع انقلاب دیدیم که در واقع تنها گروه آزادی خواهان همان ملیون بودند. تنها کسانی که میخواستن مشروطه بر پای باشد و قانون اساسی بر جای باشد و پادشاه باشد و عرض کنم که سلطنت بکند ملیون بودن. من مطمئنم آقای فرجی با هم موافق هستن. بقیه کوچه علی چپ زده بودن، در واقع یکی یک کلاشینکوف به گردن آویزان کرده بودن و جامعه از اون سو رادیکالیزه شده بود. حالا چریک های نمیدونم فدایی بودن، نمیدونم مجاهدین بودن، هیچ کدوم از اینا که طرفدار آزادی که نبودن، که اینا هر کسی برای خودش نوعی استبداد رو طلب میکرد. او میخواست استبداد علی ابن ابی طالب رو بیاورد، عرض میکنن که و اخلاق عمار یاسر و از اینجور لاتائلات در واقع گم شده در اثار و قرون. اون دیگری نمیدونم نظر به لنین داشت، اون یکی نظر به استالین باشت. تنها کسانی که در واقع هنوز وفادار به مشروطه بودن و وفادار به پادشاهی از کنم مشروطه بودن ملیون بودن، که اینها رو هم یک سره از صحنه بیرون کرده بودن. روزنامه ها تعطیل شده بودن، عرض می شود که حزبی در کشور وجود نداشت. در واقع نهادهای سیاسی مملکت همه از میان رفته بودن و همه چیز منحصر شده بود به یک نفر. به یک نفر در واقع حکومت مطلقه داشتیم در ایران. در اون مقطع حکومت مطلقه بود. بنابراین با رفتن اون یک نفر همه چیز فرو ریخت و یک خلایی به وجود آمد و تنها کسی که یک سابقه سیاسی داشت در تقابل با در واقع سیستم پادشاهی، این روح الله موسوی الخمینی بود. یک آخوند بی سواد، خشمگین، کینه توز، حیلگر، دروغ زن، این داره سابقه ای بود که بعد آمد و این فضای خالی رو پر کرد. اینکه آمریکا آمد نمیدونم چه اینو چنانکن، اینا همه جز افسانه هاست. ما اگر بخوایم دوستان آمریکا رو در اون مقطع بشماریم، یعنی سه دوست درجه یک آمریکا، از بالا اسرائیل است و اسرائیل بود و انگلستان بود و ایران. بنابراین آمریکا به هیچ وجه من الوجود نمیخواست که پادشاه ایران سقوط بکند. او رو بهترین دوست خود میدانست. در روزگار ریچارد نیکسون که در واقع سقوط کرد، او هم حالا به عللی که از بحث ما به دور است، او معتقد بود به شاه ایران هر چه میخواهد بدهید. او بهترین دوست ما در خاورمیانه است. یکی از دوستان من که فوت شد اخیراً، آقای محمد جوان که در بخش ویزای سفارت ایران کار میکرد، میگو من 60,000 ویزا من صادر کردم برای آمریکایی ها. یعنی این که تمام کورپوریشن های بزرگ آمریکا در ایران کار میکردن، از فلو اینترنشنال بگیرید تا جنرال موتور بگیرید تا بل هلیکاپتر. و هر شبت که من یک روزی در منزل یک آمریکایی بودم، به علتی رفته بودم اونجا، خانمش گفت کجایی هستیم، گفتم ایرانی، صدا زد که شوهرش ره که فلانی بیا مشیری اهل ایرانه. بعد پایین آمد و شروع کرد با من صحبت کردن. گفت ما 30 سال تمام این ارتفاعات شمال ایران رو دستگاه میگذاشتیم که
درون خاک شوروی رو تا 600 کیلومتر یا 600 مایل شنود بکنید. مقصود این که رابطه آمریکا با ایران بی اندازه نزدیک بود، داره یک سابقه تاریخی بود، کودتا رو اونها برپا کرده بودند، منافع بسیار آمریکا در ایران داشت. آقای ریچارد هلمز که رئیس CIA بود آمد و یک روز گفت ما خدمات شاه رو فراموش نکنیم. این شاه همون کسی است که وقتی ما نیاز پیدا کردیم هواپیماهای فانتوم خود رو به ما داد که ما ازشون در جنگ ویتنام استفاده کردیم. مقصود این که رابطه بسیار بسیار نزدیک بود، اما در واقع کاستی هایی که از داخل روی هم جمع شده بود، مردم ناراضی، این از به خیابان ها ریختن. و به خاطر داشته باشیم بین دولت ها عاطفه وجود نداره، هرچه هست منافع هست. وقتی که منفعت منقطع شد دیگه دوستی معنی ندارد. پادشاه ایران در یک سفر به انگلستان 2 بیلیون دلار بلاعوض به انگلیس داد، 1 بیلیون بلاعوض به فرانسه داد، 150 میلیون دلار برای سد اسوان در همون سفر داد. اما هنوز هواپیمای ایشان به در واقع به ارتفاعات بالا نرسیده بود که دولت انگلیس، بنده خودم شنونده بودم پای تلویزیون رادیو، انگلیس گفت اینجا تشریف نیارن، ما نمیتوانیم که از ایشون اینجا نگهداری بکنیم. و بقیه داستان رو خود میدانید. این است که قضایا همه ریشه های داخلی داشت. و اینکه حالا ما میگوییم که با یک مقاله آقای حایسه جوادی پادشاه سرنگون شد یا نمیدانم با یک کلمه حرف کارتر، این صحیح نیست. این آقای جیمی کارتر کوشید که پادشاه را نگه داره اما نتوانست، به جهت اینکه وقایع ایران به شدت در حال تغییر بود و اینها نمیتوانستند. به خصوص آقای جیمی کارتر یک آدمی بود که عرض کنم که آدم سیاسی نبود و یک هیئتی داشت از وزرا و همکاران که هر کس یک سازی میزد. یا آقای سیروس ونس داشتیم یه چیز میگفت، آقای برژینسکی داشتیم یه چیز دیگری میگفت و اینها عاجز شدن در حل مشکل ایران که چگونه میشود پادشاه رو نگهداری کرد. یک گزارشی از CIA آمد، در واشنگتن پست هم منتشر شد، همون نخستین روزهایی که مردم به خیابان‌ها ریخته بودن و در اونجا CIA گزارش کرده بود که مردم ایران در مرحله پیشا انقلابی هم نیستن، تا چه رسد به مرحله انقلاب. این است که خب آقای کارتر هم به عنوان یک رئیس جمهور نگاه میکرد به گزارش CIA و دستور داد که 2 هواپیما پر نمیدونم وسایل کنترل اختشاشات به وجه سمبولیک بفرستن، که یعنی ما پشتیبان پادشاه ایران هستیم. اما ناگهان اوضاع تغییر کرد، تغییر میکرد و اینها مونده بودن. این مطلبی که عرض میکنم عرض شود که یک داستانی است که اتفاق افتاد و همون هم عمل شد. و ما یک شخصیت داشتیم اونجا به نام جورج وال. این جورج وال از سیاستمداران کهنه‌کار بود، به ایران بسیار سفر کرده بود، به آقای پشتیبان آقای کارتر در انتخابات بود. وقتی کارتر آمد و رئیس جمهور شد، آمد و به ایشان پیشنهاد کرد که سفیر کبیر بشود در فرانسه یا در انگلیس، سفیر کبیر بشود. جورج وال نپذیرفت. و بعد که اینها عاجز شدن در حل مشکل ایران که چه بکنن، عرض کنند که جورج وال دست به دامان جورج وال آویختند و او آمد یک اتاقی گرفت در کاخ سفید و مشغول شد به تحقیق و در اونجا نظر داد که این قدرت مطلقه در ایران دیگر کار نمی کند و پادشاه باید برود. اما آقای برژینسکی که اطلاعات خودش رو از آقای زاهدی می گرفت، مخالف این عمل بود و بر این بود که بایستی که یک ما دولت ارتشی اونجا برقرار بکنیم و می شود با سرکوب این انقلاب رو از میان برداشت. ماحصل کلام این که آخر کار آقای جورج وال یک پیشنهاد داد که دارای 10 ماده بود. ماده اول اون که پادشاه از ایران برود، ماده 2 یعنی اون که از
در واقع از جبهه ملی نشنال فرانت به قول خود اینها یک دولتی تشکیل بشود و ارتش در واقع پشتیبانی میکند از این دولت و با این مخالفین مذهبی هم صحبت بشود. این چارتاشو من الان به خاطر دارم و جالب این هست که یک آقای به نام بویی که در کودتای 28 مرداد دست داشت به در آوردن پادشاه از ایتالیا، حالا امروز آمده بود برای بیرون کردنش طرح میداد. باری اینها رو این سیاست رو که دارای 10 ماده بود اینا به چیز فرستادن به ناتو. جنرال هیگ آمد و یکی از معاونین خودش رو به نام جنرال هویزر که ویزای ایران رو هم نداشت فرستاد به ایران و این یک سره رفت به اتاق پادشاه ایران و گفت شما باید بروی و به طوری که آمده است میگوید به زبان انگلیسی گفت You are causing international crisis. شما داری بحران بین المللی درست میکنید، فوری از ایران خارج بشوید. و ایشان هم همون کار رو کردن و با رفتن ایشان همه چیز به هم ریخت. این مختصری بود که عرض کنم من خدمتتون عرض کردم، چون دوست عزیزم آقای فرجی در این امور بسیار وارد هستند و در فرانسه بودن زمانی که خمینی اونجا بوده. من از ایشون خواهش میکنم که توضیحات خودشون رو بفرمایند. آقای فرجی بفرمایید ببینیم نظر شما چیست در این باب. صدای من میاد آقای فرجی؟ امیر مثل که ارتباط ما با اتاق فرمان و آقای فرجی قطع شده. آقای فرجی گویا صحبت میکنن ولی صداشون به من نمیرسه. مشیری جانم صدای منو میشنوین الان؟ بله بله الان میشنوم. بله. بفرمایید قربان. حالا درود بر شما آقای مشیری، خوشحالم که در برنامه شما هستم امروز. شما یه اشاره فشرده کردید به مسائل، منم بد نیست همونطور که شما به درستی اشاره کردید استاد مشیری، منم راجع به زمانی که این آقای خمینی در پاریس بود و من در از رادیو صدای آلمان مأموریت پیدا کردم که زمانی که ایشون در نفل و شتو هست من گزارش بدم برای رادیو آلمان و در قسمت‌های مختلف رادیو آلمان این گزارش‌ها ترجمه بشه و پخش بشه. اون زمان حدود 30 و چند زبان بود که از رادیو آلمان پخش می‌شد و وقتی که من این گزارش‌ها رو می‌دادم بلافاصله به زبان‌های مختلف این گزارش‌ها ترجمه می‌شد و پخش می‌شد. دلیلش هم این بود که من خب ایرانی بودم، توی مسائل سیاسی وارد بودم، اینا رو دویچه وله میدونستن. این بود که آشنا بودم با قدس‌زاده، آشنا بودم با بسیاری از کسانی که در اونجا بودن، با آقای بنی‌صدر، و رفتم اونجا و توانستم این گزارش‌ها رو بدم. ولی چیزی که برای من جالب بود آقای مشیری این بود که آقای خمینی زمانی که در نفل شاتو بود بسیاری از این ایرانیایی که الان کی بود من نبودم رو من اون زمان میدیدم که از نظر مالی آقای خمینی رو تقویت میکردن. حالا من دوباره میرسم سر همون حرفایی که شما زدید و راجع به اونا هم اشاره میکنم، ولی من میخوام چند مسئله عمده رو اینجا مطرح کنم. یکیش اینی که ما ملتی هستیم که مسئولیت کارهای خودمون رو نمیپذیریم. بله. یعنی میایم میلیون ها نفر تو خیابون میگیم مرگ بر شاه، مرگ بر نمیدونم فلان، مرگ بر فلان، مرگ بر بختیار، کسی که اومده مملکت رو نجات بده، بعد حالا میایم میشینی میگیم آقا اینا ما نبودیم که، اینا آمریکایی‌ها بودن تو نمیدونم گوادالوپ اومدن این برنامه ریختن، کارتر بود،
فلان. تازه توی این آدم ها آقای داریوش همایون که یه آدم خیلی منصفی بود، تو دستگاه رژیم گذشتم کار میکرد، بله، در چندین مصاحبه که من ازش دیدم یا پالتاگای که شرکت میکرد یا در جلسات سخنرانی به این موضوع اشاره میکرد داریوش همایون که آقا از میدان فوزیه سابق، حالا نمیدونم اسمش امام حسین چیه، تا نزدیک های فرودگاه مهرآباد یا میدان آزادی، مجسمه آزادی، این همون میدان آزادی، شهیاد سابق، جمعیت مالامال از مخالفین بود، یعنی تو خیابونا مالامال از مخالفین بود و اینا تظاهرات میکردن. منتها همه این آدمایی که در اونجا بودن، که من اون موقع که ایران نبودم، ولی خیلی عکسا و خیلی از صحبت ها و خیلی از مقاله هاشون دارم الان تو آرشیوم تو آلمان، حالا یک سره همه منکر شدن. همون موقع هم که من در نفلشاتو بودم، استاد مشیری، بسیاری از این فرش فروش های اروپا، فرش فروش های کویت و نمیدونم امارات و حالا امارات شده عربستان و کشورهای اروپایی و توی ایران کارخانجات دارهای عمده مثل حاجی برخوردار و نمیدونم آقای رضایی و اینا، میلیون میلیون پول میفرستادن برای خمینی. و این جالب بود، موقعی که من رفتم تازه خمینی مثلا یه هفته بود آمده بود، میدونی که نفلشاتو 25 کیلومتری 22 کیلومتری پاریسه. یواش یواش من چون شاهد این جریان بودم، اول یه جای کوچیکی بود آقای خمینی میشست اونجا زیر درخت سیب معروف، بعد یه از این بچه‌های اسلامی کشورهای مختلف میمدن سوال میکردن حرف میزدن، یواش یواش تمام سازمان‌های سیاسی آدماشون رو فرستادن توی منزلی که خمینی میشه صحبت میکرد. یه خونه‌ای بود اونور که بیت به اصطلاح خمینی توش بود، یکی اومدن اینور خریدن یا صاحبش خرید داد به داردسته خمینی اینا، که میومد نماز اونجا میخوند یا میرفت اون بالا میشه سخنرانی که میکرد ضبط میکردن میفرستادن تهران، کاری ندارن. بعد از یه مدتی استاد مشیری وانت وانت برای خمینی گوشت و آذوقه و اینا میومد، 4 تا 5 تا آشپز اومد در نفل شاتو، بعد مثل ریج اینا پول خرج میکردن، چندین اتومبیل از پاریس آدم ها رو میآورد توی نفل شاتو، از نفل شاتو میبرد اونجا. ولی من میخوام اینو بگم که ارگانیزه کردن این تشکیلات آخوندی در نفل شاتو نه دست خمینی بود، نه دست آقای اشراقی دامادش بود، نه دست احمد آقای گریان بود، دست اینا نبود، دست یه آدمی بود، یه آدمایی بود که اینا تو تشکیلات سیاسی کار کردن. در درجه اول قدساده بود، چون قدساده قطب اصلی بود، بعد طباطبایی بود، صادق طباطبایی، بعد تو اینا آقای بنی صد بود که نقش زیاد پررنگی نداشت ولی به عنوان مترجم، چرا، آقای یزدی بود که بعد از قدساده، اینا کسانی بودن که دورور آقای خمینی بودن. ولی بیشتر ایده هایی که در مورد تبلیغات در پاریس میدادن، این ایده ها رو صادق قدساده میداد. مثلا من یادم هست که قدساده برای من تعریف کرد، گفت من رفتم به آقا پیشنهاد کردم، آقای خمینی، که الان ژانویه است و این مردم مسیحی به ژانویه خیلی اهمیت میدن، بیایم ما برای اهالی نفل و شاتو که تعدادشون مثلا 150 160 نفر بود، یکی یه دستگل زیبا بدیم از قم یا جاهای دیگه، گز رو نمیدونم فلان و اینا که مربوط به ایرانه، اینا رو بیارن تو جعبه های قشنگ درست کنیم، در خانه تک تک اینا بفرستیم و از اینا معذرت بخوایم بابت اینی که شلوغ کردیم ده ساکتشون رو. و همین کارم کردن. تمام کنفرانس های مطبوعاتی که میذاشتن خمینی مصاحبه میکرد، ارگانیزاتور اصلیش آقای قدساده بود. من اول خواستم یه فضایی رو در مورد اونجا براتون بگم. خب مرتب می اومدن، و یکی از بزرگترین اشتباهاتی که محمد رضا شاه کرد این بود که اجازه داد خمینی اومد تو لانه زنبور، به قول ما یعنی توی پاریس مرکز جراید بین المللی، که الان شما برید تو پاریس یه مسئله رو مطرح کنید، چند صد خبرنگار جمع میشن حرفای شما رو شروع کردن ضبط کردن و پخش کردن. یا آدمی در اون شرایط بحرانی بلند شد از خاورمیانه اومده رهبری بادش هم کردن که تو رهبر نهضت مردم ایرانی، اومده اونجا تمام امکانات براش به وجود اومد، دولت آقای ژاک شیراک، آقای چیز، حالا یادم رفته اسم رئیس جمهورش،
بهش میگفتن که آ تو اجازه نداری در امور داخلی ایران دخالت کنی، در مورد مسائل سیاسی دخالت بکنی اینا. اون میگه من دخالت نمیکنم، من از اینجا اعلامیه‌های میدم، حرفای مردم ایرانو تایید میکنم، در حالی که اینطوری نبود. حالا میخوام اینو بگم آقای مشیری، من دقیقاً این حرف شما رو قبول دارم که در اون زمان ایران اصلا آزادی‌های مصرح در قانون اساسی رو نداشت. اینا همه قبول. یعنی حالا درود بر شما آقای مشیری، خوشحالم که در برنامه شما هستم امروز. شما یه اشاره فشرده کردید به مسائل، منم بد نیست، همونطور که شما به درستی اشاره کردید استاد مشیری، منم راجع به زمانی که این آقای خمینی در پاریس بود و من در از رادیو صدای آلمان مأموریت پیدا کردم که زمانی که ایشون در نوفلشوتو هست من گزارش بدم برای رادیو آلمان و در قسمت‌های مختلف رادیو آلمان این گزارش‌ها ترجمه بشه و پخش بشه. اون زمان حدود 30 و چند زبان بود که از رادیو آلمان پخش می‌شد و وقتی که من این گزارش‌ها رو می‌دادم بلافاصله به زبان‌های مختلف این گزارش‌ها ترجمه می‌شد و پخش می‌شد. دلیلش هم این بود که من خب ایرانی بودم، توی مسائل سیاسی وارد بودم، اینا رو دویچه وله میدونستن. این بود که آشنا بودم با قدس‌زاده، آشنا بودم با بسیاری از کسانی که در اونجا بودن، با آقای بنی‌صدر، و رفتم اونجا و توانستم این گزارش‌ها رو بدم. ولی چیزی که برای من جالب بود آقای مشیری این بود که آقای خمینی زمانی که در نوفلشاتو بود بسیاری از این ایرانیایی که الان کی بود من نبودم رو من اون زمان میدیدم که از نظر مالی آقای خمینی رو تقویت میکردن. حالا من دوباره میرسم سر همون حرفایی که شما زدید و راجع به اونا هم اشاره میکنم، ولی من میخوام چند مسئله عمده رو اینجا مطرح کنم. یکیش اینی که ما ملتی هستیم که مسئولیت کارهای خودمون رو نمیپذیریم. بله. یعنی میایم میلیون ها نفر تو خیابون میگیم مرگ بر شاه، مرگ بر نمیدونم فلان، مرگ بر فلان، مرگ بر بختیار، کسی که اومده مملکت رو نجات بده، بعد حالا میایم میشینی میگیم آقا اینا ما نبودیم که، اینا آمریکایی‌ها بودن تو نمیدونم گوادالوپ اومدن این برنامه رو ریختن، کارتر بود فلان. تازه توی این آدما آقای داریوش همایون که یه آدم خیلی منصفی بود، تو دستگاه رژیم گذشتم کار میکرد، در چندین مصاحبه که من ازش دیدم یا پارتاگای که شرکت میکرد یا در جلسات سخنرانی به این موضوع اشاره میکرد داریوش همایون که آقا از میدان فوزیه سابق، حالا نمیدونم اسمش امام حسین چیه، تا نزدیکای فرودگاه مهرآباد یا میدان آزادی، مجسمه آزادی، همون میدان آزادی، شهیاد سابق، جمعیت مالامال از مخالفین بود، یعنی تو خیابونا مالامال از مخالفین بود و اینا تظاهرات میکردن. منتها همه این آدمایی که در اونجا بودن که من اون موقع که ایران نبودم، ولی خیلی عکسا و خیلی از صحبت ها و خیلی از مقاله هاشون دارم الان تو آرشیوم تو آلمان، حالا یک سره همه منکر شدن. همون موقع هم که من در نوفلشاتو بودم استاد مشیری، بسیاری از این فرش فروش های اروپا، فرش فروش های کویت و نمیدونم امارات و حالا امارات شده عربستان و کشورهای اروپایی و توی ایران کارخانجات دارهای عمده مثل حاجی برخوردار و نمیدونم آقای رضایی ها و اینا، میلیون میلیون پول میفرستادن برای خمینی. و این جالب بود موقعی که من رفتم، تازه خمینی مثلا یه هفته بود آمده بود، میدونی که نوفلشاتو 25 کیلومتری 22 کیلومتری پاریسه. یواش یواش من چون شاهد این جریان بودم، اول یه جای کوچیکی بود آقای خمینی میشست اونجا زیر درخت سیب معروف، بعد یه از این بچه‌های اسلامی کشورهای مختلف میمدن سوال میکردن، حرف میزدن. یواش یواش تمام سازمان‌های سیاسی آدماشون رو فرستادن توی منزلی که خمینی میشه صحبت میکرد. یه خونه ای بود اونور که بیت به اصطلاح خمینی توش بود، یکی هم اومدن اینور خریدن یا صاحبش خرید داد به دارالدسته خمینی اینا، که میومد نماز اونجا میخوند یا میرفت اون بالا میشه سخنرانی که میکرد ضبط میکردن میفرستادن تهران، کاری ندارن.
بعد از یه مدتی استاد مشیری وانت برای خمینی گوشت و آذوقه و اینا میومد، 4 تا 5 تا آشپز اومد در نوفل شاتو، بعد مثل ریج اینا پول خرج میکردن، چندین اتومبیل از پاریس آدم ها رو می آورد توی نوفل شاتو، از نوفل شاتو می برد اونجا. ولی من میخوام اینو بگم که ارگانیزه کردن این تشکیلات آخوندی در نوفل شاتو نه دست خمینی بود، نه دست آقای اشراقی دامادش بود، نه دست احمد آقای گریان بود، دست اینا نبود، دست یه آدمی بود، یه آدمایی بود که اینا تو تشکیلات سیاسی کار کردن. در درجه اول قدساده بود، چون قدساده قطب اصلی بود، بعد طباطبایی بود، صادق طباطبایی، بعد توی اینا آقای بنی صدر بود که نقش زیاد پررنگی نداشت ولی به عنوان مترجم چرا، آقای یزدی بود که بعد از قدساده، اینا کسانی بودن که دورور آقای خمینی بودن. ولی بیشتر ایده هایی که در مورد تبلیغات در پاریس میدادن، این ایده ها رو صادق قدساده میداد. مثلا من یادم هست که قدساده برای من تعریف کرد، گفت من رفتم به آقا پیشنهاد کردم، آقای خمینی، که الان ژانویه است و این مردم مسیحی به ژانویه خیلی اهمیت میدن، بیایم ما برای اهالی نوفل شاتو که تعدادشون مثلا 150-160 نفر بود، یکی یه دستگل زیبا بدیم از قم یا جاهای دیگه، گز رو نمیدونم فلان و اینا که مربوط به ایرانه، اینا رو بیارن تو جعبه های قشنگ درست کنیم، در خانه تک تک اینا بفرستیم و از اینا معذرت بخوایم بابت این که شلوغ کردیم ده ساکتشون رو. و همین کارم کردن. تمام کنفرانس های مطبوعاتی که میذاشتن خمینی مصاحبه میکرد، ارگانیزاتور اصلیش آقای قدساده بود. من اول خواستم یه فضایی رو در مورد اونجا براتون بگم. خب مرتب میومدن، یکی از بزرگترین اشتباهاتی که محمد رضا شاه کرد این بود که اجازه داد خمینی اومد تو لانه زنبور، به قول ما یعنی توی پاریس مرکز جراید بین المللی، که الان شما برید تو پاریس یه مسئله رو مطرح کنید، چند صد خبرنگار جمع میشن حرفای شما رو شروع کردن ضبط کردن و پخش کردن. یه آدمی در اون شرایط بحرانی بلند شد از خاورمیانه اومده رهبری، بعدش هم کردن که تو رهبر نهضت مردم ایرانی، اومده اونجا تمام امکانات براش به وجود اومد، دولت آقای ژاک شیراک، آقای چیز حالا یادم رفته اسم رئیس جمهورش، بهش میگفتن که آقا تو اجازه نداری در امور داخلی ایران دخالت کنی، در مورد مسائل سیاسی دخالت بکنی اینا. اون میگفت من دخالت نمیکنم، من از اینجا اعلامیه های میدم، حرفای مردم ایرانو تایید میکنم، در حالی که اینطوری نبود. حالا میخوام اینو بگم آقای مشیری، من دقیقاً این حرف شما رو قبول دارم که در اون زمان ایران اصلا آزادی‌های مصرح در قانون اساسی رو نداشت، اینا همه قبول، یعنی ما مجلسی که منتخب مردم باشه نداشتیم، مطبوعات آزاد نبودن. ولی بحث بر سر اینه که بزرگترین اشتباه ما این بود که رفتیم پای انقلابی که معلوم نبود کیا در رأسشن و عاقبت این انقلاب چی میشه. بازرگان بلند شد اومد تو پاریس، رفته بود به خمینی گفته بود این عین واقعیت، کسانی که اونجا، من تو منزل یکی از این بچه‌هایی که اونجا بود تو پاریس من دیدم که یه نفر از اینا با بازرگان صحبت کرد، جزء نهضت آزادی هم بود. بازرگان گفت بود آقای خمینی شما اگر بخواید سیستم رو در ایران عوض کنین مملکت نابود میشه. آقای خمینی گفت بود ما چاره‌ای نداریم جز اینی که این خاندان برن، این خاندان پلید باید برن، باید بره که تو معروف دیگه. و اینا رفتن پای اونجایی که ریشه به تیشه به ریشه مملکت زدن. همین حرفی که شما زدید، تنها شانس ملیون بودن که این وسط پشت بختیار متاسفانه یه عده‌شون خالی کردن، از جمله آقای سنجابی اون موقع نمیدونم شورای جبهه ملی که نباید این کارو میکردن، و بختیار اومد نخست وزیری رو پذیرفت بعد از زمانی که آقای صدیقی اومد به محمد رضا شاه پیشنهاد کرد که شما بمون در کیش، چون این ارتش به شما قسم خورده و اجازه بدین این ارتش پشت سر شما باقی بمونه و شما در اینجا باش، منتها حکومت رو بسپر دست کسی که مسئولیت داره، یعنی نخست وزیر، مجلس هم باشه تا بعد ما انتخابات آزاد انجام بدیم. منتها شاه نپذیرفت، شاه میخواست بره، مریض بود، شرایطم واقعا به ضرر محمد رضا شاه بود، آدم بیماری که خودش هم باخته بود، تعجب از این که چرا
اینجوری شده میلیون ها نفر ریختن تو خیابون، اونم بعد از عید فطر که از بالا با هلیکوپتر شاهد بود که میلیون ها نفر تو خیابون هستن، این بود که محمد رضا شاه خودشو باخته بود، میخواست بره از ایران. و زمانی که بختیار آورد، بختیار گفت بله شما میتونید برید، ولی این مملکت باید اینطوری بشه اینطوری بشه، ما همین مجلس نیمبند باید به من رأی اعتماد بده. و دیدیم که وقتی که مجلس سنا و مجلس شورا بختیار رو تایید کردن، شاه همون روز از ایران خارج شد. و بختیار دیر آمده بود آقای مشیری عزیز. بله، بختیار زمانی اومده بود که سیل راه افتاده بود، هیچ کارش دیگه نمیشد کرد. زمانی باید میلیون در ایران میومدن که آقای سنجابی، آقای فروهر و آقای بختیار یه نامه نوشتن برای محمد رضا شاه و در اون نامه نوشتن که آقا طبق مفاد قانون اساسی شاه اجازه دخالت در امور دولت رو نداره، اجازه بدید که قانون اساسی مسرد در انقلاب مشروطیت پیاده بشه، همه ارگان ها به اون وظایف اصلیشون بپردازن. اون زمان این سه نفر رو گرفتن انداختن تو زندان، در نتیجه مملکتی که همونطور که شما اشاره کردید هیچ نوع آگاهی راجع به احزاب، راجع به شخصیت های دیگه، آقای مشیری این مردم نمیدونستن که خمینی آدم بی سوادیه. این من بهتون بگم، میگفتن آقا هفت زبون بلده. بعدن این چیز آمد، این چی رهبر فلسطین یاسر عرفات، معلوم شد این آقا حتی عربی بلد نیست با اونا صحبت کنه، مترجم نشست بینشون. و شما از کلماتی که صحبت میکنه خمینی میبینید که بیشتر از مثلا 100 تا لغت فارسی بیشتر بلد نبود. حرفایی که میزد نمیدونم، حتی خیلی جاها هستش این یه مسئله در آلمانی ها، نمیدونم فارسی هم میگن، بعضی ها هستن بدون اینکه اول فکر کنن حرف میزنن. خمینی از اونا بود، بدون فکر کردن حرف میزد. بدون که تو هواپیما بهش گفت چه احساسی داری، گفت چی. آدمی که چندین سال از ایران دور بوده، حالا میلیون ها نفر اون پایین اومدن تظاهرات به نفعش، نمیدونم به عنوان که این رهبر ماست، بهش میگن تو چه احساسی داری، میگه هیچی. و یه همچین آدمی رو که شناختی مردم روش نداشتن، این دلیل عدم شناخت مردم از چیز از خمینی این بود که همونطور که شما گفتید نه مطبوعات راجع به این موضوع چیزی نوشته بودن، نه سازمان‌های منسجم و حزبی و نهادهای سندیکایی وجود داشت که مردم رو آگاه بکنه که آقا اینا کیان، اینا چیان. به عقیده من آقای مشیری اصلا یه آدمی مثل خمینی و یه آدمی مثل این آقای بهشتی یا نمیدونم بقیه رو، اینا رو زندان نباید میکرد کسی، تبعید نباید میکرد، اینا رو باید میآوردن در تلویزیون میشستن صحبت میکردن، همونطور که در اون کتاب خودش خمینی نوشته حل المسائل، نمیدونم چی چیه، که میگه که اگر شما به یه گوسفند یا نمیدونم به یه خر یا به هر چی تجاوز کردین، باید سه تا شهر اون برتر ببرین بفروشین. نمیگه که آخه مگه انسان به اینا تجاوز میکنه؟ ولی ما میخندیدیم اول، خیام که شوخیه. حالا میبینیم، حالا میبینیم که سردار زرایی تو کرج 20 تا زن لخ میکنه، وای میسونه نماز جماعت میخونه، اینا هم پشت نگاه میکنه. یا یکی دیگر میبینیم به اسم هادی منتظری در کرج یه خانه‌ای درست میکنن که بچه‌هایی که دخترها که خانهشون فرار کردن بیان در اونجا امنیت داشته باشن. این مردک میشه کار قواده رو میکنه، میاد از اینا ورم داریم برای آخوندهای دیگه. یا آدم های دیگه، همین الان چندی قبل بود که یکی از این کارمندای پرستیوی یه دختری، دو تا از رؤساش بهش شروع کردن حرفای زدن که بیا آقا با ما نمیدونم دوست باش، بیا با ما نمیدونم رفاقت بکن، حالا هرچی. من میخوام اینو بهتون بگم که آقای مشیری، زیاد فرصت نیست، نمیخوام زیاد رود درازی کنم، مشکل اصلی ما چند مسئله بود. مسئله اولش عدم شناخت مردم نسبت به این آخونده بود که این خیلی مهم. دومیش این بود که همونطور که شما به درستی اشاره کردین، که من هنوزم دارم میگم، من دارم میگم تنها کسانی که میتونن اون مملکت رو حفظ بکنن اون میلیونی هستن، میلیونی هستن که اعتقاد به اعتدال دارن در مملکت، معتقدن که باید طبق قانون مشروطیت تو ایران رفتار بشه. و اگر اینطوری بود به عقیده من محمد رضا شاه باید میمون. همونطور که شما به درستی بارها گفتید که آقا در ایران الان در اون شرایطی سلطنت 2500 ساله ما داریم، اگر میموند اصلاحاتی که بختیار انجام میداد ما به این فاجعه گرفتار نمیشدیم که الان
مملکت اصلا معلوم نیست در چه حالتی داره زندگی میکنن مردم. من دیروز یک گزارش پخش کردم آقای مشیری، شما گوش کنین اون گزارش رو. مردم همه حیرت زده میان تعریف میکنن آقا ما زندگی نداریم، اقتصاد نداریم. این آقا اومده یک کلید آورده، اون کلیدش هم هیچ قفلی رو باز نکرده. همین آقای روحانی رو میگه انتخابات مسخره شورای اسلامی، نمیدونم این کارهایی که اینا کردن، اینا همش نشانه های اینه آقای مشیری عزیز که ما در کاری که کردیم حالا مسئولیتش رو نمیپذیریم. نمیگیم آقا ما کورکورانه آمدیم و یه آدمی مثل بختیار رو که میتونست سعادت برای مردم ایران بیاره و اجازه بده قانون اساسی پیاده بشه، اون آدم رو بهش گفتیم بختیار آدم بی اختیار، حتی اجازه ندادیم خودش و وزراش بیان در ادارات دولتی. حالا همه میگه ما نبودیم، این سیاست آمریکا بوده، سیاست نمیدونم انگلیس بوده، سیاست آمریکا بوده، سیاست اسرائیل بوده. در حالی که باید بپذیریم، اگر نپذیریم باز در رو همین پاشنه خواهد چرخید. بپذیریم کاری که کردیم، مسئولیت که به عهده داریم، بگیم آقا بشینیم تجزیه تحلیل درست بکنیم. الان شما بخواید حقیقت رو بگین، یه طرف فحشتون میده، یه طرف تعریفتون میکنه. یه عده زیادی کارشون اینجا اینه که به محض اینکه شما بگین آقا یه اشتباهاتی در زمان گذشته بوده، میخوان تیکه پاره کنن آدمو. یه عده هستن این ور چپای ما، چپای غیر مستقل ما، مثل حزب توده که هنوزم چسبیده به جمهوری اسلامی و نمیخواد بپذیره که چجوری اینا شرایطی که به وجود اومد رفتن پشت سر خمینی و خمینی از اینا به عنوان چماق استفاده کرد. ببخشید زیاد صحبت کردم آقای مشیر، بفرمایید شما. نه قربونتون برم آقای فرجی، ما خب تاریخ رو نمیتوانیم عوض کنیم. یک وحشت عجیبی پادشاه سابق ایران از آخوندها داشت، یعنی در حالی که رضا شاه اینها رو یک سره دستشون رو از سرنوشت مردم کوتاه کرده بود و بسیاری از اینها رو تبعید کرده بود، محمد رضا شاه وحشت غریبی از اینها داشت. علم میگوید که بعد از خداستان خرداد 42 در باب تصمیم گیری برای خمینی عرض کردم اعلی حضرت اجازه بدهید ما این رو ببریم در یکی از این دهات خراسان در املاک خودمان اونجا نگهداری کنیم که با هیچ کس ارتباط نداشته باشد. همون کاری که با مدرس کردن. اعلی حضرت موافقت نفرمودن، گفتن اینو باید بفرستیمش ترکیه. و میگوید که یک روزی عاشورا تمام شده بود و برخورد کرده بود با نوروز، اما عاشورا رفته بود. من گفتم اعلی حضرت این سلام نوروز و این بار خاص نوروز که از شاهنشاهان قدیم هست، این برای ما و هویت ما بسیار مهم است. این که گذشته و رفته، اجازه بدهید که ما این مراسم رو برقرار کنیم. اعلی حضرت فرمودند به آقای خونساری زنگ بزنید. ما به خونساری زنگ زدیم، خونساری گفت ما که عید نداریم، شما هر کار میکنید بکنید. گفت اعلی حضرت به محض شنیدن این حرف چمدونشون رو برداشتن و رفتن به رامسر و ما سلام نوروزی نداشتیم. در موضوع آتش زدن سینما رکس، آقا جنایتی از این فجیع‌تر نشده. آقای داریوش همایون به خود بنده گفت یک شبی در تلویزیون رفته بودیم خدمت آقای مهری، اونجا ما مصاحبه میکردیم، ایشون اومده بود پیش از من، مصاحبهش تموم شده بود، وقتی میرفت مخلص رو دیدن در اتاق، آمدن و سلام علیک کردیم. ما ازش سوال کرد، گفت آقا ما در کوتاه مدت کش کردیم که کی کرده و کی گفته و چی شده، اما ایشون وحشت داشت، گفت این آیات از ما عصبانی میشون. یعنی در واقع به طور ضمنی گردن گرفت دولت که سینما رکس آتش زده، وگرنه میبایستی میامدن اینا رو معرفی میکردن. اینها به دربار رفت آمد داشتن، کتابهای درسی رو این آخوندها مینوشتن و این وحشتی که ایشون داشت از این آخوندها باعث شد که در واقع دولت ضعیفتر و ضعیفتر بشود و پایگاهی برای ملایان باز بشود، وگرنه مردم ایران من حیث المجموع
آخوند رو به حکومت مشروع نمیدانستن. من بارها این مسئله رو گفتم. دو مسئله رو بایستی گفت در واقع. شاید سه مسئله رو باید آورد. یکی از مشروطه و اون این که یک مرد ارمنی غیر ایرانی آوردن و رئیس قوه مجریه مملکت کردند و اون یفرم خان بود. مردم ایران معترض نشدن که آقا یک کافر آوردین اینجا رئیس شهربانی کردین. مطلب دیگر به دار کشیدن اون نوری بود که بزرگترین آیت الله های همه ایران بود. اما و مطلب سوم کاشانی بود. آقا کاشانی سابقه سیاسیش بسیار 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 مهمتر از خمینی بود. عرض کنم که دانش دینیش به درایت و روایت به قول خودشون بسیار بالاتر از این بود. اما تصور این که کاشانی یعنی یک آخوند نخست وزیر مملکت بشود غیر قابل تصور بود در اون روزگار. چگونه شد که یک مرتبه آخوندها آمدند و کل مملکت رو کنترل کردند؟ این ضعف خارق العاده بود که این اعلی حضرت نشون داد در مقابل آخوندها. اون آخوندهایی هم که رضا شاه تبعید کرده بود اینها با یک شروط ارتجاعی برگشتن به مملکت و اینشون هم قبول کردن. خودتون شهرشون رو میدونید. این است که این جنبه رو هم فراموش نکنید که یک وحشت خارق العاده ای داشت ایشون از این آخوندها و هیچ دانستنیش ریشش کجا بود. چرا انقدر ایشون میترسید از آخوند و چرا انقدر احترام داشت برای اینها؟ آدمای مثلا سید حسین نصر در اونجا خب نمیدونم در دفتر ملکه اونجا مثل رئیس دفتر بود چی بود؟ بله اینا آمده بودن عرض میکنن که کتابهای آخوندزاده و در واقع مراغعی و اینها تحلیل شده بود با موضوع تاریخ مشروطه که متاسفانه نگذاشتن مردم اصلا بدانن مشروطه چه بوده، به چه مقصود بوده، قهرمانان مشروطه که بودن. هیچ سخنی از این داستان نمی رفت. آمدن گفتن که بله عرض می شود که اسم نویسنده این بزرگ مملکت ما از فراموش کردم بهترین مورخ ماست در اسم شادم میاد خدمتون در وزارت امور خارجه کار میکردم تحلیل کرده بودن رفته گفته که اسلام در خطره و این کتاب رو خمیر کردن و اینها باجهایی بود که پادشاه ایران به آخوندها میداد و دست اینها رو باز گذاشته بود همونطور که عرض کردم و دست ملیون رو بسته بود. شما مطلع تر هستید به واسطه که بیشتر در جریان امور هستید. به ملیون هیچ شغل نمیدادن. این بیچاره ها رفتن تو بازار کسب و کار بود بازن. بعد از 28 مرداد همه ملیون رو از کار بیکار کردن در حالی که مثلا به توده یا کار میدادن دست ملیون رو کوتاه میکردن. این شاپور بختیار با اون همه لیاقت با اون همه دانش با اون همه بصیرت بیچاره رفت برای آقای یاسینی که در چیز فوت شد در کارخانه شیشه ایشون رفته بود اونجا کار میکرد. خود ایشون به من گفت یعنی شخصیتی مثل بختیار واسه بیکار باشه یک روز در میون هم زندان. اما آخوندا محترم و معزز. تازه بعد از اون جریان شلوغی قوم و خرداد 42 این آقا رو معروف کردن، معروفترش کردن، آوردنش در تهران. یک جنرال دم در ایستاده بود و این باعث در واقع پرستیژ خمینی شد. کسی خمینی رو نمیشناخت. و گذشته از اینها در ابتدای انقلاب آقای فرجی اصلا صحبت از آخوند و اسلام و خمینی و اینها مطلقا و ابدا نبود. موضوع آزادی بود و استقلال بود و موضوع قانون اساسی بود. غیر از این بود. ولی آقای اون خلایی که فضای مملکت رو سر تا سر گرفته بود نبود رجال سیاسی، نبود احزاب سیاسی، نبود نهادهای دموکراتیک، نبود روزنامه ها، همه اینها باعث شد که اینها بعد از 1400 سال اینها بیاین و قدرت در مملکت به دست بگیرن و کشور رو به این روز بیاندازن. آقای مشیری ببینید ضمن اینکه صحبتتون رو من تایید میکنم
علت این که اینا فوری اومدن و همه این جریانات در دست گرفتن، یکی این شعارهای خمینی بود که شعارهایی که میداد بسیار افراطی بود، یعنی گوی سبقت رو از تمام کسانی که شعارهای ضد سلطنت رو، اون موقع مد بود دیگه که کسی شعارهای ضد سلطنت بده، ضد به اصطلاح طاغوت بده، خمینی دیگه حرف آخر رو زد. این یکی. دوم از اون بود، همونطور که شما به درستی اشاره کردید، اینا ارگانیزه بودن، اینا بله. مساجد رو داشتن، آخوندار رو داشتن، آدم های حراف رو داشتن، مهمتر از همه بودجه و پول داشتن. بله. هم اداره اوقاف اینا رو قبلا پروارشون کرده بود و کلی به اینا از اوقاف پول میگرفتن، هم عده زیادی از این بازاری های گردن کلوف پولایی که قرار بود بابت خمس و زکات بدن به اینا میدادن، عده زیادی. خب تمام این عوامل برای اینکه آدما رو بسیج کنن و قدرت رو در دست بگیرن، در حالی که اون ور قضیه سازمانی سیاسی میزدن تو سر کول هم دیگه. من یادم نمیره که بسیاری از این آدمای چپ وابسته به حزب توده مرتب همون موقع دوباره شروع کردن که این جبهه ملی آمریکایی رو شروع کردن به بازرگان فحش دادن و شروع که اینا لیبرالن و به وسیله اونا گفتم خمینی اینا رو چماق کرد زد تو سر همه، بعد آخر سر خودش زد تو سر اونا. بله. این عدم هماهنگی بین سازمان‌های سیاسی و متحد بودن آخوندا و بودجه‌ای که داشتن و امکاناتی که در اختیارشون از قبل بود، همه اینا سبب شد که اومدن و این فاجعه رو در مملکت ما به وجود آورد. موافقین شما؟ بله 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 بله، درست همین طور است که می‌فرمایید. و متاسفانه من خیلی تأسف میخورم آقای فرجی عزیز، این جنبش مشروطه در واقع اینو میخوام عرض کنم که یک کشور هر روز که انقلاب نمی کند. من دیشب دوباره از کتاب در واقع کتاب آبی 8 مجلد کتاب است که این تمام در واقع تلگرافاتی که سفیر انگلیس به انگلستان در باب مشروطی کرده جمع‌آوری شده، به هزینه سردار اسد چاپ شده. من توصیه میکنم هموطنان کتاب آبی رو نگاه بکنن، در اونجا گزارش بکنن و در اونجا قانون اساسی مشروطه رو گذاشته و انگلیسی می‌نویسد به نظر میرسد آخوندها از این به بعد هیچ کاره خواهند بود، یعنی در واقع حقوق ملت رو در نظر گرفتن، یک قانون عرفی برای مملکت آوردن. اون داستانه نمیدونم 4-5 تا آخوند و اینا همه تعارف بود، هیچ موقع 5 تا آخوند دور هم جمع نشد که با قانونی مخالفت بکنند. اگر هم کاستی هایی داشت بایستی اصلاح میشد و ایران بایستی این پادشاهی رو نگه می‌داشت به جهت اینکه سازمان پادشاهی و شاهنشاهی محترمترین بنیادهای غیر دینی تاریخ ایران بود و این سبب تداوم هویت ایرانی در طول تاریخ شده بود و دانایان ما مثل قوام سلطنه، مثل دکتر محمد مصدق به کرات و مرات گوشزد کردن به پادشاه ایران که آقا شما وارد امور اجرای مملکت نشوید، شما این کار رو نکنید. یک نامه از قوام هست، 2 نامه از قوام هست که شما حتما این 2 نامه رو خوندید، از اروپا فرستاده. بعد از اینکه موضوع استالین و مقابل نامه نفتی و این بند و بساط ها شد و روسا رفتن، قوام هم کابینه سقوط کرد و رفت. بعد حکیم الملک آمد. اینها شاه میگوید که یک مجلس مؤسسان درست کن. آقای حکیم الملک، ما انحلال مجلسین رو بدیم به خود ما. خب این یعنی دیگه چی؟ یعنی خدا حافظ مشروطه دیگه، یعنی باطل کردن قانون مشروطه. قوام سلطنه از اونجا نامه نوشته که این شاهکار پیشبینی است، در واقع در تاریخ سیاست همچین نامه هرگز نوشته نشده است. میگوید به پادشاه، میگوید کاری که شما میخواهید بکنید پدرتان جرأت نکرد بکند، محمد علی میرزا هم جرأت نکرد، شما نکند که چنین کاری رو بکنید و خون آزادی خواهان رو پایمال بکنید. اگر چنین کاری بکنید و انحلال مجلسین رو به خودتان بدهید
روزی خواهد رسید که دچار خشم ملت خواهید شد و روزی که از دورنمای وحشتزای آن تن من می لرزد. این کار رو نکنید، در اون روز همه چیز با هم سقوط می کند و این نظام پادشاهی سقوط می کند و شما رو بیرون می کنند و در اون روز ارتش و سرنیزه و تانک و توپ هم به درد شما نخواهد خورد. و نامه رو تمام می کنه. نامه میرسه به دست حکیم الملک، البته پادشاه عصبانی میشه و اینها بر میدارن یک جوابی سراسر فحش و توهین به قوا که این مردک تو برای به خاطر سیئات اعمالت بایستی بیای اینجا محاکمه بشوی، حالا برای اعلی حضرت تعیین تکلیف میکنی؟ و ایشون خودشون خداوند علم و معرفت و همه چیز هستن و هر کار دلشون بخواد میکنن. این است که گوش ندادن به هرتون مرد بزرگ، مخصوص این که بزرگان ما، دانایان ما، کسانی که به تاریخ آگاهی داشتن، وفادار بودن به قانون اساسی، وفادار بودن به سیستم شاهنشاهی و در واقع ایشون توجه نفرمود متاسفانه و همه چیز با هم سقوط کرد. آقای مشیری، مثل این که از اتاق فرمان نمیدونم به شما هم خبر دادن، میگم برنامه وقتش تموم شده. بله، به من گفتن که وقت تمام شده. آقای شجره البته دیشب گفتن که ممکن است که در واقع وقت طولانی‌تر بکنن، مثلی که نکردن. من از شما دوست عزیزم آقای فرجی بسیار سپاسگزارم که تشریف آوردید. حتما یک جلسه دیگری باید در خدمتتون باشین، حالا یا من میام خدمت شما در برنامه شما یا شما تشریف بیارید در این باب صحبت کنیم. بسیار بسیار مهم هست که در این باب بیشتر صحبت بشه. منم خیلی خوشحال شدم آقای مشیری شما بودین، در برنامه شما بودم. سپاس از شما که منو تحمل کردین و سپاس از همیهنان گرامی که به این برنامه توجه داشتن. خدا نگهدار. خیلی لطف کردید دوست عزیز، از شما سپاسگزارم، از امیر سپاسگزارم، هموطنان گرامی از فرد شما وقت گذاشتید و توجه فرمودید، سپاسگزارم. با برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.